واقعا چه استقبال گرمی مردم کردن و چقدر از خنده هاشون گفتم که معلوم بود که چقدر خوششون اومده. شما خودتون صحنه امروز چطور دیدین؟ والا به نظر من خب اصولا بعضی شهرها هستن که مردمشون خوشخنده تر از جاهای دیگه هستن، کلن هم یکی از همون شهرها هست. خب ما خیلی شهرهای اینجوری داریم، بعضی شهرها هم داریم که خب به علت نبودن برنامه های زیاد تو اون شهرها مردم به این حد آمادگی خندیدن و چیز ندارن، ولی به هر حال ما سعی خودمون میکنیم، تلاش خودمون میکنیم و خوشبختانه در طول تمام این سالهایی که من کار کردم با هنرمندهای دیگه هم بودم یا با همین گروه که الان در حال حاضر با استاد خودم بهمن مفید، آقای هوتن که واقعا استثنایی کار میکنن، داریم کار میکنیم. خوشبختانه تمام اجراهای ما که الان نزدیک به 40 تا اجرا شده از این نمایش همینجور موفق بوده و هر شهری که رفتیم بار دوم و بار سوم و چهارمش هم اجرا. پس ما جای خوبی زندگی میکنیم، مردمش خوشخنده هستن و همه خوش اخلاق. بله خوشبختانه اخلاق آلمانی ها رو نگرفتن. هنوز نگرفتن، ولی اگه زیاد زندگی کنی اینجا میگیری. انشالله یه روزی بشه که هممون به ایران برگردیم و همون با اخلاق خود ایرانی زندگی بکنیم انشالله، با امید اون روز. خب چه نقشی داشتین شما در این نمایش؟ ولی من یه کاراکتر معروفی دارم که این لباسی که تنم مشاهده میکنید خب خیلی دوست دارن مردم و به این نمایشم چون میخورده با این کاراکتر دارم بازی میکنم. من نقش برادر کوچیک آقای مفیدو در این نمایش نامه بازی میکنم. اومدیم از طرف برنامه جرمنی فیوریت عروسیتون رو تبریک بگیم. قربان شما مادر، بالاخره شما عروسی رو هم دیدی. بله بالاخره. خب ان شاء الله شما هم عروس شیم. ان شاء الله شادی باشه، فرقی نداره برای کی باشه، اونش مهم نیست. برای چندم بود ان شاء الله به سلامتی عروس شدی؟ من این 45 ششم این بار بود عروسی میکردم. بله البته احتمالاً 15 تا عروسی دیگه هم میکنم. 15 تا مونده با آخره. بله تقریبا برای 60 بار بعد عروسی کنم توی این دوری که هستیم دیگه. توی این دور 60 بار عروسی میکنم. ما اینجوری ما یه کاری رو نمیکنیم، وقتی میکنیم دیگه بعد تا آخر بعد بریم. بله زنده باشی خانجون. شنیدم لباسای عروسی تو همه رو میدی هوتن میدوزه، میکاپ ها هم همه میدی هوتن. هوتن کیه این هنرمنده؟ بله مادر، ایشون همه لباسای ما رو میدوزن، همه کاراکترها و تمام شخصیت هایی که توی این نمایش ها همه نمایش هستن ایشون خودشون لباساشون رو تهیه میکنن میدوزن. تمام ما همه گریمامون با ایشونه. بله ماشاءالله. حتی این لباسای با این پولکای بله، گنده بله، چجوری بله. زیر چرخیاتی میره دیگه اینجوریه دیگه، این به عجوب عجیب غریبیه مادر. بله بعدم اینکه حتی لباس عروسی رو هم لباس عربی رو هم خودش میدوزه. بله
باریکلا به این همه استعداد واقعا از هر انگوشش یه هنر میباره. واسه همینی که اینقدر شوهر میکنه، اینقدر خواستگار داره. بله بله، زنده باشه، قربونتو برم. هدفت از این که مردمو شاد میکنی و اینقدر میخندونی و مردمو خوشحال میکنی، فقط خوشحال کردن مردمه یا اینکه حرف خاصی، پیام خاصی برای مردم داری؟ بله. ببین مادر، اولا که حتی اگر شادی بدون پیامم باشه، به نظر من توی غربت ارزشمنده. بله. چرا که اینقدر مشکلات و گرفتاری ها و مسائل هستش که دیگه مردم حال و حوصله یا حرف شنیدن ندارن، خودشون حرف اندازه کافی تو زندگیشون دارن. وظیفه من اینه که و گروه ما این که مردم شاد و سرحال باشن. البته هیچگاه بدون حرف هم نیستش، یعنی همه کارا بالاخره زیر بناش یه سری سوژه ها و یه سری مسائل انتقاد اجتماعی وجود داره که ما هم انجامش میدیم، ولی هدفمون در واقع سر حال آوردن مردم و خوش گذشتن به مردمه، که انشالله همین جور بوده باشه. من میدونم که مردم، تمام تماشاگرای ما، تمام ایرانی‌ها هر جایی که هستن، ماشاءالله اینقدر خوبن، اینقدر هم دوست دارن که بیان و هنرمنداشون رو حمایت بکنن. خیلی هم از این دوربین شما استفاده میکنم، خیلی خیلی از همشون تشکر میکنم. مرسی. از شما هم همین جور. قربان شما. مرسی. به برنامه پاریزا، پاییزا، پانیزا خانجو، بهمو پالیزا جلمنی فیورت نگاه بکنید. بله درست گفتم. بله درست گفتیم. من همیشه بله. من همه چیز درست میگم، گوشای بعضی ها اشتباه میگم. بله نه، شما درست گفتیم. پالیزا جلمنی فیورت فلولی. بله فلوه. بله همون که خانجو میگم. بله زنده باشید. هر جایی که ما میریم واقعا محبت دارن، دستشون درد نکنه، دست شما هم درد نکنه که اومدیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم دیگه، ما به خاطر شما میاییم هر جا که شما باشید. خب عزیزان، کم کم به آخر برنامه میرسیم. ما سعی کردیم برای شما رپورتاج خوبی از جای جای این برنامه داشته باشیم، از پشت صحنه که همونطور که گفتم برای بار اول بود که هوتن عزیز به ما اجازه داد از پشت صحنه این نمایش عروس فرنگی برای شما تکایی داشته باشیم با این هنرمندان.